موج ای ام ردیف 1332 با آرزوی سلامتی همه شما همراهان محترم. با اعلام ساعت 21:02 دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه زنده و مستقیم چراغ باشید. ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است. شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا سلام، شبتون بخیر. با برنامه چراغ در خدمت شما هستیم. چند هفته است که چراغ شنبه شبها میپردازه به موسیقی نواحی ایران و این روزها که در آستانه سال جدید هستیم، بی مناسبت نیست که چراغ همراه بشه با موسیقی نواحی ایران و ارتباط اون با فصل بهار که همیشه برای هنرمندان فصلی الهام بخش بوده. پس با ما همراه باشید با چراغ شنبه شبها که اختصاص داره به موسیقی نواحی ایران. امشب میخوایم راجع به بخشی از موسیقی نواحی ایران صحبت کنیم که سابقه دیرینه‌ای داره و گستردگی قابل توجهی هم در سرزمین ما داره و این گستردگی تا حدی است که از مرزهای جغرافیایی ما فراتر رفته و در کشورهای همسایه هم حضور داره. اساساً هنر موسیقی و هنر زیاد در قید و بند مرزهای جغرافیایی نیست و پل ارتباطی بین مردم سرزمین‌های مختلف بوده و هست. امشب می‌خوایم راجع به موسیقی آذری، موسیقی آذربایجان و موسیقی ترکی با شما صحبت کنیم و قطعات زیبایی از این موسیقی هم به اتفاق بشنویم.
شنوندگان عزیز، برنامه چراغ رو میشنوید که اختصاص داره به موسیقی نواحی ایران. همطور که گفتم امشب میخواییم راجع به موسیقی آذری و موسیقی ترکی با شما صحبت کنیم. میهمان گرانقدری رو در خدمتشون هستیم در برنامه امشب، جناب آقای هادی سپهری، فارغ التحصیل رشته موسیقی ایرانی در مقطع کارشناسی، در سال 1356 در شهر تهران متولد شدند. از سال 1365 آموختن موسیقی رو با ساز تنبک شروع کردند. در سال 1368 علاوه بر تنبک به آموختن دف نیز پرداختند. در سال 1367 در جریان سفر به کشور ترکیه با ساز باقلاما آشنا شدند و شروع به فراگیری این ساز کردند. در ادامه طی سفرهای متعدد دوره‌های آموزشی خودشون رو نزد فرزند استاد بزرگ باقلاما عارف ساق و آقای تولگا ساق کامل‌تر کردند و در راه فراگیری موسیقی خارج از دانشگاه از محضر اساتید مختلفی هم بهره بردند. امشب در خدمت جناب آقای سپهری هستیم. آقای سپهری خوش آمدید. سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، متشکرم از شما. آقای سپهری شما اصالتاً فکر میکنم اهل خوی هستید. بله، ریشه خانوادگی پدر مادر از خوی و ارومی هستیم. خب اجازه بدید، چون یکی دو هفته یعنی تا بهار نمونده، من بحث رو با این سوال شروع کنم که بهار توی خوی چجوری میاد، چه حال و هوایی داره، اون منطقه رو برای ما توضیح بدید. عرض کنم خدمتون، مثل عموم قسمت‌های دیگه کشورمون، مردم در اونجا هم شروع نشاط خوبی دارن و به خونه تکونی و کارهای معمول میپردازن و در ایام عید هم که دید و بازدیدها و در جریانه. قدیم بیشتر آداب و سنن خاصی وجود داشته که الان کمتر استفاده میشه، مثل حاجی فیروز که هستش، تکمچی. بله تکمچی بوده که در واقع عروسک گردانی میکرده. شما خودتون دیدین تکمچی؟ خیر، از نزدیک نه، فیلم توی فیلم دیدم. نه، میشه گفت تا حدود زیادی منسوخ شده و این تکمچی ها در واقع مثل پیام‌آور بهار. بله بودن. مثل نوروز خانانی که در منطقه البرز و زاگرس هستن. بله. همین کار انجام میدن. میشه گفتش که آداب و سننی که در سایر قسمت های فلات ایران هم بوده، اونجا هم با حالا با توجه به فراخور فرهنگ آذری اونجا رواج داشت. تکم، واژه تکم به معنای بز هست و تکمچی یعنی کسی که اون عروسکی رو که دستشون میگیرن به نوعی عروسک چوبی بز. بله. هست که اینو میچرخونن و تصانیفی رو میخونن. بله، ترانه هایی رو میخونن و نوروز رو تبریک میگن و به در خونه های مردم میرن، تو کوچه ها و اینها قدم میزنن. بله. و انگار مردم وقتی صدای اینا رو میشنون و میبیننشون به نوعی اومدن بهار رو شاهد هستن. بله بله. الان هم البته من شنیدم که در و دیدم در بعضی از جاها داره سعی میشه که این آیین و این رسم نمایشی و موسیقایی دوباره احیا بشه، زنده نگه داشته بشه. بله. در واقع چیز زیبایی است واقعا. بله. خب آقای سپهری بفرمایید که راجع به موسیقی آذری شما چه کارهایی انجام دادید، چه پژوهش‌هایی انجام دادید؟ عرض کنم خدمتتون که سوای موسیقی اصیل ایرانی که من مطالعه داشتم در اون و از محضر اساتید بزرگی استفاده کردم، به دلیل ریشمون که آذری هست و زبانمون که زبان مادریمون ترکی هست، به موسیقی ترکی از کودکی علاقه داشتم. پدرم هم آواز میخوند در این زمینه موسیقی ترکی. خانواده پدری مخصوصا درگیر اصلا موسیقی بودن، هم موسیقی آذری هم موسیقی اصیل ایرانی. بله. خب پیوند به قول معروف مثل خواهر برادری یا دوتا برادر دوقلو هم موسیقی مقام و موسیقی اصیل ایرانی داره، اما
من چون علاقه شخصی گوش کردن، مطالعه کردن در زمینه موسیقی مقام رو داشتم، اما علاقم چون بیشتر به موسیقی فولکلور و ادبیات فولکلور بوده، دنباله موسیقی عاشقی رو گرفتم برای مطالعه کردن، شنیدن و همچنین فراگیری که خب با ساز فرا گرفتم موسیقی عاشقی رو، البته قسمتیش رو. بله، چون که تنوع زیادی داره و آدم نمیتونه وقت نمی کنه که همه انواع رو براش وقت بذاره برای فراگیری و اجرا. سعی کردم در یک بخش خودم رو به مهارت‌های برسونم، حالا به طور معمول اونم مهارت فوق‌العاده حرفه‌ای نیست و آنچنان تعریفی هم نداره، ولی در زمینه مطالعه کار زیاد انجام دادم، کار پژوهشی تحقیقاتی زیاد انجام دادم که امیدوارم برای پایان نامه کارشناسی ارشدم در رشته اتنوموزیکولوژی هم همین موسیقی خلق ترکی باشه. بله آقای سپهری، و اشاره کردید به عاشق‌ها. اصلا این واژه عاشق، و خیلی ها معتقدن که عاشق درست ترشه، با اون از ریشه کلمه عشق نمیاد و نظرهای متعددی هست راجع به این واژه و در واقع شخص هنرمندی که بهش ما میگیم عاشق. راجع به این صحبت کنید. عرض به خدمتتون که راجع به کلمه، همونطور که شما فرمودید، نظرات مختلفی وجود داره. برخی اون رو با همون عاشق یا عشوک، عشق هم ریشه میدونن، برخی هم از ریشه عشقه در زبان عربی میدونن. خیلی شاید نشه به طور قاطع معنی این رو و یا ریشه‌شو پیدا کرد. یه دلیلش اینه که ادبیات فولکلور کلن شفاهیه، یعنی این نوشته نمی‌شده معمولا. بزرگترین کتاب که از اوزانهای قدیم که اسم قدیم عاشقا هستش به جا مونده، کتاب ددقرقد هست. بله. که میدونین و حاوی مثلا حماسه ها و اشعاری که ددقرقد خودش اجرا می کرده که بزرگ عاشق ها محسوب میشه. در پژوهش هایی که در کشور ترکیه انجام شده، یونس امره از شعرا و عرفای ترکیه رو رواج دهنده این کلمه عاشق می دونن. البته این هم به نظر کامل و درست نمیاد. در مورد همون کلمه، همونطوری که گفتم، خیلی نمیشه به طور قاطع نظر داد، اما در مورد اینکه عاشق چی هست صحبت خیلی زیاد و طولانی میشه انجام داد. بله، عاشق در واقع هم یک هنرمند اهل موسیقی است، هم ساز میزنه، هم میخونه، هم قصه روایت میکنه. بله. و دستی هم در شعر و سرودن شعر و شاعری داره. بله. و همه اینها رو در واقع در یک اجرای خودش استفاده میکنه. بله. دیگه درسته؟ بله. در مورد عاشقی مسئله تاریخی وجود داره. تا 500-600 سال پیش یه مسئله هم از 500-600 سال پیش به این ور هستش. در گذشته عاشق ها نقش حکیم یا حتی که اوزان اون زمان بهشون میگفتن، نقش پیشگو و ملازم حاکم، اینها رو داشتن. حتی عاشق ها البته بعدن هم در جنگ ها شرکت کردن، در مراسم پهلوانی و کشتی که برگزار میشده هم حتی. بله. شرکت داشتن. اما از 500-600 سال به این طرف، به سمت ما، عاشق ها همینطوری که شما اشاره کردین این وظایف رو بر عهده داشتند. به نظر من بزرگترین وظیفه‌ای که انجام میدادن انتقال فرهنگ و آداب و سنن بوده از طریق داستان ها به نسل های خودشون و نسل های بعدی، و در این راه باز به نظر من شخصا بزرگترین کاری که انجام می شده این بوده که بسیاری از این حکایت ها برای تعریف جلوگیری از در واقع ظلم حاکمان انجام می شده خیلی وقتا، و توی این داستان ها این وجود داره که اون حکام مستبدی که مثلا بودن در اون زمان
البته حالتا افسانه‌وار شده ها، اونطوری خیلی خیلی تاریخی نیست، ولی بیشتر این مد نظر بوده در عاشق‌های آذربایجان لااقل. بله. و خب کارکردهای دیگه و کاربردهای دیگه‌ای که موسیقی عاشقی داشته. آقای سپهری، به مضامین اشعاری که عاشق‌ها می‌خونن وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم درش انواع اقسام ترانه‌ها و تصانیف تغزلی دیده میشه. موضوعات حماسی هست درش. پند و اندرس‌ها، مسائل اخلاقی، حتی مسائل دینی، آموزش اخلاقیات، مسائل دینی هست. و مدح ائمه. بله. به نوعی میشه گفت عاشق یک نوع آموزگار هم بوده برای مردم. بله، همینطوره دقیقا. شما که اشاره کردید با مثلا عاشقها وقتی برنامهشون رو شروع میکنن اساسا با همین مدح و مدح پیغمبر و ائمه شروع میکنن و ادامه میدن و بعد در قالب اون داستان تمام مضامینی که شما فرمودید. به طور مثلا در مذمت دروغ من شنیدم، بارها دیدم مثلا عاشق حسن، عاشق رسول. بله. قطعه کوتاهی رو معلومم هست که این قطعه رو از یک اجرای خیلی کاملتری که در قدیم اجرا می شده جدا کرده بود و برای ما می خوند. راجب این که دروغ نگیم. بله. چند دقیقه با ساز می زد و می خوند و راجب انگار مثلا طرف صحبتش هم حتی کودکان و نوجوانان بودند. بله. من فکر کنم حتی متناسب با مخاطبشون اجرای خودشون رو عاشق‌ها تنظیم می‌کردن. آیا الان کودکان در محفل بیشتر هستند یا بزرگسالان یا پیرمردها یا جوان‌ها؟ خب از اونجایی که عاشق‌ها توی مراسم‌های مختلف شرکت می‌داشتند و الان هم همینطور، فقط محلی که در واقع قهوه‌خانه به حساب میاد جمع میشن برای تعداد مشخصی فقط ساز میزنن، تو مراسم عروسی و عزا هم در گذشته استفاده میشده از موسیقی عاشقی. بله. به همین دلیل حاوی تمام این مضامینه که به قول شما یه قسمتشو وقتی برداشته حالا در مذمت مثلا دروغ بوده، ولی من میخوام بگم که داستان رو از به طور کل که گوش میکنیم حالت حماسی داره، ولی در قالب اون تمام این مسائل اخلاقی و آموزه ها. خب آیسفر اگه موافق باشید یه قطعه از اجرای موسیقی آذری بشنویم. بسیار عالی. برگردیم بحث رو ادامه بدیم.
شبتون بخیر، با برنامه چراغ در خدمتتون هستیم. قطعه زیبایی که شنیدید صدای ساز قپوز بود از آلبوم یانیق کرمی. آقای سپهری، راجع به این قطعه قدری بیشتر برای ما توضیح بدید. خواهش میکنم. استاد چنگیز مهدی‌پور از مفاخر موسیقی آذربایجان و موسیقی عاشقی در شهر تبریز هستند. تا اونجایی که من متوجه میشم اطلاعات همه اجازه میده ایشون به مکتب عاشقی آذربایجان شرقی متعلق هستن و قطعه‌ای که پخش شد از اجرای ایشون در یک آلبومی به نام یانیق کرمی قطعه آخر بود که به عنوان نمونه برای استفاده شنوندگان انتخاب. و یانیق کرمی عنوان یه مقام هست؟ بله، تا اونجایی که باز من اطلاع دارم یانیق کرمی مربوط هست به داستان اصلی و کرم. بله. یک داستانی مثل لیلی و مجنون هست که همراه با کلام هم هست، منتها این قطعه‌ای که شنیدید بیدید. بله، حالا من فکر کنم یه اجرایی هم از اصلی کرم داشته باشیم اگر. بله، فرصت شد. اجرای عاشق دیگری هست. بله، به از این منظومه زیبا قطعاتی رو هم خواهیم شنید در فرصت‌های بعدی. خب آقای سپهری بفرمید که حالا ما قدری جدی‌تر راجع به ساز قپوز صحبت خواهیم کرد در فرصت‌های بعدی. کلن رپرتوار ساز، رپرتوار موسیقی آذری متشکل از یک ساز قپوز هست و فرق میکنه. من باید اینجور تفکیک بکنم. تو منطقه آذربایجان بیشتر. بله، آذربایجان خودمون هم. بله. آذربایجان غربی و شرقی با هم فرق میکنه. بله، در آذربایجان غربی که با شرق ترکیه ارتباط داره، با عاشقهای اون منطقه ارتباط داره، عاشقها با فقط با ساز قپوز یا به طور کلی ساز میگن، ساز عاشقی رو تنها اجرا میکنن. در ترکیه هم از قدیم الایام در اصل همین طور بوده، سازی که اون هم ساز عاشقی نام داره ولی به نام اخیراً 50 سال اخیر کم کم نام باقلاما رو گرفته که باقلاما نام همون سنتی دیشمه هستش که توی آذربایجان هم بله وجود داشته و عاشق‌ها روبروی هم موسیقی اجرا می‌کردن و شعرها رو به هم پیوند می‌زدن. و در آذربایجان شرقی همراه با عاشق‌ها ساز بالابان اضافه شده و ساز در دهه‌های اخیر هم قوال یا همون دایره. بله. به آنسامبل یا گروه اجرای موسیقی عاشقی پیوسته. بله، پس در واقع در آذربایجان شرقی قدری مفصل تر شده گروه. بله، منتها توانایی یعنی تکنوازی، یعنی توانایی عاشق نیست، توانایی تکنوازی برای ساز قپوز یه مقدار پایین اومده با این کار، به خاطر اینکه نوازنده مجبور خودشو با کوک بالابان هماهنگ کنه و سخت هم است دیگه، زیاد وسعت نداره، محدودتر میشه. بله، محدودتر میشه و خیلی وقتا فقط شاهپرده رو نوازنده قپوز فقط نگه میداره و مزراب میزنه. آه، یعنی بیشتر به نوعی آکورد میزنه فقط یا ملودی ساده. بله، یه حالت فیگورهای ریتمیک رو تکرار میکنه در زیر. بله. صدا که صدای پدال یا صدای اصلی که شاه پرده گفته میشه به گوش برسه. حالا این سه تا بخشی که بهش اشاره کردید آیا تفاوت‌های ملودیک هم با هم زیاد دارن یا نه؟ یعنی شرقی آذربایجان، شرقی غربی، شرق ترکیه، جمهوری آذربایجان. عرض کنم خدمتون جمهوری آذربایجان با تبریز و اردبیل تقریبا سنت یکسانتری داره، مشخصتری داره، شباهت بیشتری. بله. داره. و ارومیه و در واقع غرب دریاچه ارومیه، خوی، سلماس، اون شهرهای اون طرف با موسیقی شرق ترکیه مرتبط هست. تفاوتی که هست روی سازها به این شکل میتونم براتون توضیح بدم که ساز عاشقی قپوز
همونطور که میدونید اکثرا ایستاده نواخته میشه و روی سینه قرار میگیره، با بند بسته میشه. ولی ساز عاشقی در ترکیه یا همون باقلاما اولا در دهه های اخیر در چندین اندازه مختلف ساخته شده، اندازه هایی که شاید قبلتر وجود نداشته، و بعد به شکل نشسته نواخته میشه. در پرده بندی هم تفاوت هایی وجود داره، در تعداد سیم ها و تکنیک های نواختن هم تفاوت وجود داره. بله، که حالا اگر فرصت شد راجبشون توضیح صحبت میکنیم. شنوندگان عزیز، برنامه چراغ رو میشنوید که چند هفته ایست شنبه شبها میپردازه به موسیقی نواحی ایران. امشب داریم راجع به موسیقی زیبای آذری با شما صحبت میکنیم و سعی میکنیم قطعات خوبی رو هم به اتفاق بشنویم. جناب آقای هادی سپهری از هنرمندان موسیقی و پژوهشگران این عرصه هستند، در خدمتشون هستیم تا پایان برنامه و سعی میکنیم اوقات خوبی رو برای شما شنونده محترم رادیو تهران فراهم کنیم. تا ساعت 21:30 چند ثانیه بیشتر باقی نمونده، میان برنامه روزه رزوان رو خواهید شنید. باز ما در خدمت شما هستیم.